4. در این حماسه پیروزمند که مبتنی بر یک طرح و عملیات خارق‌العاده نظامی تحت عنوان پرش شیر بود، شهر مهران و کلیه ارتفاعات پیرامون آن همراه با کلیه بخش‌ها و روستاهای اطراف در کمتر از 11 ساعت به تصرف ارتش ظفرنمون صلح و آزادی درآمد. حالان که 2 سال پیش، یعنی در تیر ماه 1365، سپاه پاسداران خمینی با وارد کردن 9 لشکر مرکب از 60,000 نفر و طی 4 شبانه روز به تصرف این منطقه مبادرت ورزیده بود، آن هم در شرایطی که کلیه ارتفاعات استراتژیک جبهه شمالی مهران شامل ارتفاعات زالوآب و کانی سخت از پیش در تصرف خود رژیم خمینی بود. نیروهای وابسته به لشکرهای مختلف تحت امر خمینی که در عملیات بزرگ چلچراغ مورد تهاجم ارتش آزادی بخش قرار گرفته و با تمامی تسلیحات و تجهیزات و مقرها و استحکامات و نفراتشان به کلی متلاشی شدند و نیز از همه آنها تعدادی به اسارت در آمدند، عبارت بود از 1. گردان 501 لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 2. گردان 502 لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی نیروی کمکی اعزامی از شمال صالح‌آباد، 3. گردان 503 بهشتی از لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 4. گردان 505 لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 5. گردان 506 لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 6. گردان 507 لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 7. گردان 508 لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 8. گردان ادوات لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 9. گردان توپخانه لشکر 11 ضد امیرالمؤمنین سپاه پاسداران خمینی، 10. قسمتی از نیروهای تیپ موسوم به قائم یاسوج از سپاه پاسداران خمینی، 11. گردان 332 توپخانه از گروه 44 توپخانه اصفهان مأمور خدمت در منطقه مهران، 12. گردان 374 موشکی کاتیوشا از گروه 44 توپخانه اصفهان مأمور خدمت در منطقه مهران، 13. گردان 125 پیاده مکانیزه از تیپ 2 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 14. گردان 114 پیاده مکانیزه از تیپ 2 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 15. گردان 124 پیاده مکانیزه از تیپ 3 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 16. گردان 224 تانک از تیپ 3 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 17. گردان 227 تانک از تیپ 3 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 18. گردان 251 تانک از تیپ 2 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 19. گردان 252 سوار زرهی از لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 20. گردان 254 تانک از تیپ 2 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 21. گردان 790 تکاور از تیپ 3 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 22. گردان 382 توپخانه از تیپ 3 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 23. گردان 355 توپخانه از تیپ 2 لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 24. گردان مهندسی لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 25. گردان مخابرات لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 26. گردان آماد و ترابری لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 27. گردان تعمیر و نگهداری لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 28. گردان بهداری لشکر 16 زرهی قزوین تحت امر خمینی، 29. گردان 193 تکاور از لشکر 58 موسوم به ذوالفقار
یا همان گارد جاویدان شاه، نیروی کمکی اعزامی از پشت ارتفاعات کانی سخت. سی، گردان 186 تکاور از لشکر 58 موسوم به ذوالفقار یا همان گارد جاویدان شاه، نیروی کمکی اعزامی از پشت ارتفاعات کانی سخت. 31. گردان 762 از تیپ ضربت 45 متشکل از گروهانهای زبده از لشکرهای مختلف از قبیل لشکر 21 ضد حمزه و لشکر 92 زرهی اهواز، نیروی کمکی اعزامی از قرارگاه غرب. 32. گردان 791 از تیپ ضربت 45 نیروی کمکی از قرارگاه غرب. 33. گردان 799 از تیپ ضربت 45 نیروی کمکی از قرارگاه غرب. 34. گردان 789 تیپ 1 لشکر 16 مأمور خدمت در تیپ 3 نیروی کمکی اعزامی از تیپ 3. 35. گردان 363 توپخانه لشکری 16 زرهی. 36. یک آتشبار از گردان 311 گروه 44 توپخانه اصفهان. 37. یک آتشبار از گردان 389 مأمور به گروه 44 توپخانه اصفهان. همچنین قرارگاه لشکر 16 زرهی قزوین و قرارگاه تاکتیکی لشکر 11 ضد امیرالمومنین و قرارگاه تیپ 2 لشکر 16 و پادگان حسین آباد، مقر نیروهای ارتش و ژاندارمری و سپاه خمینی همراه با مراکز دژبانی و بیسیم و تلفن اف ایکس لشکر 16 و کلیه انبارها و مراکز استقراری و تسلیحاتی آن به تمام و کمال توسط رزمند شیران ارتش آزادی بخش در هم شکسته شد و تسخیر گردید و انبوهی مدارک محرمانه و به کلی سری نیز به دست آمد. قابل توجه است که تسخیر قرارگاه لشکر 16 که در فاصله دور ما بین دو ارتفاع و در یک ناحیه امن ساخته شده بود برای دشمن مطلقاً نامتصور می نمود. این قرارگاه بزرگ که در زمینی با ابعاد 6 در 3 کیلومتر گسترده بود با انبوه ماشینالات و تأسیسات و انبارهای تسلیحاتی و تعدادی کارخانه و کارگاه که برای نیازمندی‌های تدارکاتی و نظامی لشکر تحت امر خمینی درست شده بود بیشتر به یک شهرک کامل شباهت داشت و به واقع شمعی از آثار و هزینه‌های جنگ‌افروزانه خمینی از جیب مردم محروم ایران را طی 8 سال گذشته برملا می‌کرد. همچنین باید از قرارگاه بسیار مجهز تیپ 2 لشکر 16 نام برد که از تسلیحات و تجهیزات فراوان برخوردار بود. 5. در جریان عملیات پیروزمند چلچراغ چندین رشته ارتفاعات استراتژیک شامل ارتفاعات زالوآب، ارتفاعات زیر کانی سخت، ارتفاعات رضاآباد، ارتفاعات 250 و ارتفاعات قلاویزان به تصرف نیروهای آزادی بخش درآمد که در این میان ارتفاعات 183، 223، 200، 215، 250، 225، 222، 270، 307، 343، 340، 325، 363، 443، 427، 513، 525، 500، 467، 307 مجدد، 313، 310، 490، 323 و 367 نقش کلیدی یا بسیار حساسی دارند. این ارتفاعات یک به یک در جریان رزمی بی امان توسط قهرمانان ارتش رهایی از چنگ مزدوران تحت امر خمینی بیرون کشیده شد. 6. در ساعت 10:30 صبح یک شنبه 29 خرداد، شیرزنان و شیرمردان رزمنده ارتش آزادی بخش ملی ایران از چندین سو پیروزمندانه وارد شهر مهران شدند و آن را از بقایای پاسداران خمینی پاکسازی نموده
و پرچم سرنگ ایران را همراه با آرم پر افتخار مجاهدین در نقاط مختلف شهر به اهتزاز درآوردند. عملیات فتح شهر مهران که درخشانترین حلقه چلچراغ هفتمین عید مقاومت مسلحانه انقلابی بود، به نام سمبل زن انقلابی مجاهد شهید اشرف رجوی انجام شد. بعد از ظهر همین روز یک هیئت 40 نفره از نمایندگان مطبوعات و رادیو تلویزیون های مختلف بین المللی به شهر آورده شده و از نخستین شهر آزاد شده توسط ارتش آزادی بخش ملی بازدید کردند و به فیلمبرداری و تهیه عکس و گزارش پرداختند. 7. به دنبال تسلط کامل نیروهای آزادی بخش بر سرتاسر منطقه عمومی مهران و در شرایطی که تنگه بالای سد کنجانچم واقع در ارتفاعات شمالی منطقه که مهمترین جاده مواصلاتی نظامی دشمن سرکوبگر و جنگ افروز در جبهه غربی کشور از داخل آن می‌گذرد، به تصرف قهرمانان ارتش آزادی بخش در آمده بود، واحدهای عملیات ویژه ارتش آزادی بخش دو پل بسیار مهم استراتژیکی در منطقه عمومی مهران را که نیرورسانی و ارتباطات دشمن را تأمین می‌کرد، ضمن یک رشته عملیات شگفت‌انگیز تسخیر و به کلی منهدم کردند. این انفجارات عظیم که یکی در شمال منطقه عملیاتی و دیگری در شرق آن زمین را تا 10 ها کیلومتر لرزاند و در آستانه 30 خرداد یکی دیگر از درخشانترین حلقات چلچراغ رهایی را تشکیل می‌داد، با نام سردار شهید خلق موسی خیابانی صورت گرفت. در نخستین انفجار نیرورسانی و ارتباط قوای خمینی از ایلام به مهران با انهدام پل فوق‌العاده قطور و مستحکم واقع در تنگه شمالی سد کنجانچم قطع شد و در انفجار دوم پل بزرگ 60 متری که ارتباط و نیرورسانی دشمن از دهلوران به مهران را تسهیل می‌نمود به کلی در هم شکسته شد.